سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. طرز تهیه و آموزش شیبید باقالی رو براتون دارم با گوشت تیکه‌ای امروز که بسیار خوشمزه و لذیذ هستش و سریع و راحت هم آماده میشه. موادی که احتیاج داریم 1.5 پیمانه باقالی سبز که فریزری یا تازه‌شو میتونید استفاده کنید، 1.5 شیبید تازه، 2 پیمانه برنج که من از قبل شستم و با یه مقدار نمک خیس کردم، برای گوشتش یه قاشق غذاخوری رب، 2 عدد پیاز که من به صورت خلالی خرد کردم، 400 گرم گوشت تیکه‌ای یا همون قیمه‌ای، ادویه‌جاتش هم که فلفل سیاه، زردچوبه، فلفل قرمز و چند عدد برگ بود، 2 حبه سیر و زعفران و 1 تیکم چوب دارچین. یه مقدار کره اضافه میکنیم به قابلمه و گوشت رو حسابی سرخ میکنیم. دوستان گوشت تغییر رنگ داد از قابلمه خارج میکنیم و در همین قابلمه پیازی که به صورت هلالی خود کرده بودیم سرخ میکنیم. یه مقدار سبک و طلایی بشه. اینجا در این مرحله من ادویه‌جاتش هم یه مقدار اضافه میکنم، مثل قاشق چایخوری فلفل سیاه و تقریبا یه مقدار کمتر زردچوبه از نصف قاشق چایخوری و یه مقداری خیلی کم فلفل قرمز. شما میتونید این ادویه‌جات رو کمتر یا بیشتر کنید به باب سلیقه و ذائقه خودتون. دوستان ادویه‌جات هم یه سرتخ میدیم و گوشت رو بهش اضافه میکنیم. حتما برای طبخ این غذای خوشمزه از روغن حیوانی یا کره استفاده کنید. یه مقدار آب گوشت به غذا اضافه میکنیم، اون اندازه که سطح گوشت آب بگیره. زیاد آب اضافه نمیکنیم، میذاریم که تقریبا این گوشت به صورت آرامپز و بخارپز بپزه. در ابتدا حرارت رو زیاد میکنیم که یه مقدار بجوشه. دوستان این 2 حبه سیری که داشتیم من از وسط نصف کردم، با همین پوستش میندازم داخل غذا به خاطر که این سیر تازه هستش. ما فقط میخواییم که بوی زخم گوشت گرفته بشه. و 3 عدد برگ بو داشتیم و یه تیکه همچوب دارچین، اینم به خورشتمون اضافه میکنیم و حرارت رو کم میکنیم، میذاریم که گوشت کاملا بپزه. دوستان برنج رو با یک مقدار نمک داخل آب جوش اضافه کردم، گذاشتم 4-5 دقیقه جوشید. به این مرحله که رسید یه مقدار جون داره. باقلیایی که از فریزر در آورده بودم داخل آب گرم گذاشتم، به برنج اضافه میکنم که 4-5 دقیقه با برنج بپزه. حتما از باقلی های تازه استفاده کنید که رنگ سبزی داشته باشه. اگر که دیدید باقلی های شما دیرپز هستش، میتونید جداگانه بپزید و به برنج اضافه کنید. و شیبید هم بهش اضافه میکنیم در مرحله آخر و برنج رو آبکش میکنیم. اگر که از شیبید خشک استفاده کردید، برنجی که آبکش کردید، مرحله به مرحله لای برنج شیبید رو اضافه میکنید. دوستان من میخوام این پلو و قالبی در بیارم. نون لواش گذاشتم برای تهدیک. شما میتونید از خود همین برنج هم استفاده کنید، اصلا نون نذارید. اگرم که خواستید نون میذارید. این مقدار آب جوش به کنارهای قابلمه اضافه میکنیم که پلومون بخار کنه و خوب دم بکشه. یه مقدار زعفران به خاطری که پلو خوش عطر بودن بشه تره میگیریم. در ابتدا حرارت زیاد میذاریم که برنج بخار کنه. حرارت رو کم میکنیم، میذاریم به مدت 30-40 دقیقه برنجمون دم بکشه. به به دوستان، این خوراک گوشتمون آماده شده. از داخلش برگ بوها رو خارج میکنیم با چوب دارچین. من روبش رو با یک مقدار کره سرخ کردم بهش اضافه کردم. زعفران و نمکش هم همینطور، همون اندازه. آبی رو که بهش اضافه کردم همون اندازه آبش مونده و تبخیر نشده. میبینید چقدر غلیظ، عالی و خوش از روبو درست شده. واقعا عالی شده. این آماده هستش که سرو کنیم. اینجا پلومونم آماده شده.
پلو خوشمزه رو با انواع گوشت ها مثل گوشت مرغ، گوشت بوغلمون، گوشت گردن یا ماهیچه سرو کنید. بریم که غذا رو با هم سرو کنیم. فقط میتونم بگم دوستان که واقعا عالی شده و محشر، حتما درست کنید و امتحان کنید. این به صورت جدید و مجلسی هستش با تهدید. جاتون خالی، سفراتون همیشه پر از برکت، سایتون کم نشه. یا علی مدد.